سرخط خبرها نزدیک به 60 طالب در درگیری های دو روز اخیر در پنجشیر کشته شدند. کشته شدن 3 نیروی طالبان در کمین نیروهای جبهه مقاومت در ولایت کاپیسا. شورای مقاومت برای نجات به شورای حقوق بشر: هر گونه کمک به طالبان حمایت از تروریسم است. بزرگان قومی در اروزگان گفته های وزیر معارف طالبان را محکوم کردند. طالبان 7 منزل مسکونی را در پریان پنجشیر آتش زدند. طالبان یک دکتر را به دلیل ماینه زن در لوگر لدبکوب کردند. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تا آخر با ما باشید. طالبان یک دکتر را به دلیل ماینه زن در لوگر لدبکوب کردند. منابع محلی در لوگر می گویند که طالبان یک متخصص ماینات تلویزیونی را در این ولایت به شدت لدبکوب کردند. این رویداد شنبه شب 20 سنبله در شهر پلعلم مرکز ولایت لوگر رخ داده است. منابع محلی می گویند که طالبان وارد کلینیک شخصی این دکتر شده و او را مورد لدبکوب قرار دادند. به گفته منابع، طالبان این دکتر را به دلیل ماینه یک زن لدبکوب کرده و سپس به جای نامعلوم انتقال دادند. طالبان پیش از این در ولایت تخار نیز یک زن و شوهر دکتر را تنها به دلیل قدم زدن در روی جاده توهین و تهدید به مرگ کرده بودند. بزرگان قومی در اروزگان گفته های وزیر معارف طالبان را محکوم کردند. یک روز پس از اظهارات وزیر معارف طالبان در مورد بی‌علاقگی مردم افغانستان به فرستادن دختران بالاتر از 16 سالشان به مکتب، بزرگان قومی ولایت اروزگان این گفته ها را محکوم کردند. بزرگان قومی در اروزگان روز دوشنبه 21 سنبله گفتند که مردم می خواهند دخترانشان به مکتب بروند و درس بخوانند، اما این طالبان هستند که مانع بازگشایی مکاتب دختران شدند. حقیار از باشندگان ولایت اروزگان می گوید که اگر مردم مخالف آموزش دخترانشان می بودند، هیچگاه خواستار بازگشایی مکتب های دخترانه نمی شدند. این باشنده اروزگان یک بار دیگر از طالبان می خواهد که اجازه دهند دختران به مکتب بروند و علم بیاموزند. احمد جاوید، یکی از فعالان مدنی اروزگان، می گوید که گفته های روز گذشته وزیر معارف طالبان دیدگاه شخصیش است و از مردم افغانستان نمایندگی کردن نمی تواند. او می افزاید که طالبان دروازه مکتب ها را باز کنند. اگر کسی علاقمند فرستادن دخترانشان به مکتب نبود، نفرستند. طالبان 7 منزل مسکونی را در پریان پنجشیر آتش زدند. منابع محلی در پنجشیر می گویند که طالبان 7 منزل مسکونی را در این ولایت آتش زدند. به گفته منابع، طالبان خانه های مسکونی را در جریان درگیری های روز یکشنبه 20 سنبله در ولسوالی پریان آتش زدند. منابع می افزایند که طالبان منازل غیر نظامیان را به دلیل دادن تلفات سنگین جنگجویانشان در درگیری با جبهه مقاومت ملی با آتش کشانیدند. جبهه مقاومت یک شنبه شب با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که بزرگترین حمله طالبان بر نیروهای این جبهه در پنجشیر با شکست روبرو شده است. کشته شدن 3 نیروی طالبان در کمین نیروهای جبهه مقاومت در کاپیسا. منابع از شهرستان کوهبند ولایت کاپیسا می گویند نیروهای طالبان در مسیر چپدره بولغین به کمین مقاومتگران مواجه شدند و تلفات دیدند. منابع موثق روز دوشنبه 21 سنبله به خبرگزاری صدای افغانستان می گویند گروه طالبان از مسیر چپدره بولغین شهرستان کوهبند قصد حمله بالای نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر را داشتند. به کمین نیروهای جبهه مقاومت کاپیسا برخوردند. به گفته منابع، این گروه طالبان در منطقه شولگری در چپ بولغین
به کمین مقاومتگران مواجه شدند و پیش از 3 تن آنها کشته و چندین تنشان زخمی شدند. نزدیک به 60 طالب در درگیری های دو روز اخیر در پنجشیر کشته شدند. جبهه مقاومت از کشته شدن ده ها طالب در درگیری های دو روز اخیر در پنجشیر خبر می دهد. نیروهای مقاومتگران در پنجشیر به خبرگزاری اندپندنت فارسی گفتند که طالبان بامداد یک شنبه 20 سنبله 1401 به قرارگاه های فراج، حصارک، دره، پیشخور و دره حمله کردند و با نیروهای این جبهه درگیر شدند. به گفته آنان در این درگیری ها حدود 25 طالب کشته و شمار دیگر نیز مجروح شدند. درگیری میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت هنوز هم در شهرستان دره ادامه دارد. جبهه مقاومت در اعلامیه گفته است که روز شنبه 19 سنبله طالبان حملات گسترده ای را بر قرارگاه های نیروهای جبهه مقاومت در بخش های از پنجشیر آغاز کردند و ساعت ها با آنان درگیر شدند. بنابر این اعلامیه در این درگیری ها نیز 32 طالب کشته و 13 طالب دیگر زخمی شدند. نیروهای جبهه مقاومت شمار از طالبان را که به قرارگاه های جبهه مقاومت حمله کردند حدود 7000 تن اعلام می کند و می گویند که رهبری این هزاران طالب را ملا قیوم ذاکر بر عهده دارد که به تازگی به فرماندهی نظامی طالبان در جبهه پنجشیر و اندراب گماشته شده است. شورای مقاومت برای نجات به شورای حقوق بشر: هر گونه کمک به طالبان حمایت از تروریسم است. در آستانه بزرگترین 51مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای عالی مقاومت برای نجات در نامه از این شورا خواسته است که مانع تداوم تسلط طالبان بر افغانستان شود. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان روز یکشنبه 20 سنبله در نامه عنوانی شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته است که طالبان در یک توطئه داخلی و خارجی بر افغانستان مسلط و در زمان تسلط مرتکب نقض فجیع حقوق بشر شدند. این شورا با برجسته ساختن عملکردهای طالبان در پیش از یک سال پسین در ولایت‌های دایکندی، پنجشیر، تخار، بغلان و شمار دیگر از ولایت‌های شمالی و شمال شرقی کشور تأکید کرده که علاوه بر این طالبان به گروه‌های تروریستی تندرو نیز پناه دادند. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان در این نامه در کنار محکوم کردن عملکرد طالبان در زمان تسلطشان بر افغانستان، تداوم تسلط آنان را نقض حقوق بشر، سرکوب مطالعات عدالت محور و ترویج خشونت و تهدید برای امنیت منطقه و جهان دانسته است. این شورا گفته است ما شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهیم که نگرانی های مردم افغانستان را در مورد فقدان عدالت، ادامه جنایت در زمان طالبان، ترویج افرادگرایی و تروریسم و کشتارهای دستجمعی و هدفمند در نظر بگیرد. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.